اصلی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که خوشم به تو دیوار. با سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه نبع اعدام، من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا مروری خواهیم داشت بر اخبار اعدام ها در هفته گذشته. عفو بین الملل طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار لغو فوری حکم اعدام رضا رسایی شد. این سازمان نقض آشکار حقوق رضا رسایی متهم محکوم به اعدام را برای محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل انتخابی از زمان بازداشت و همچنین محاکمه او توسط یک دادگاه مستقل صالح و بیطرف اعلام کرد. غلام رضا یا رضا رسایی 34 ساله از اقلیت یارسان اهل حق در شهر صحنه کرمانشاه در ارتباط با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. به گزارش هنگاو طی 9 روز نخست ماه نوامبر 2023 اجرای حکم اعدام دست کم 45 زندانی در زندان‌های ایران ثبت شده که معادل هر روز 5 اعدام می‌باشد. در ماه گذشته ماه اکتبر اجرای حکم اعدام 78 زندانی ثبت شده بود که اعدام هر 5 زندانی را در 2 روز نشان می‌داد. روز شنبه 20 آبان حکم اعدام میثم چندانی، زندانی سیاسی بلوچ که 12 سال پیش به اتهام محاربه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. به گزارش حالوش، سحرگاه روز 22 آبان 1402 حکم اعدام 3 زندانی سیاسی امنیتی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان بدون اطلاع خانواده و ملاقات آخر به اجرا درآمد. مشخصات این 3 زندانی: محمد کریم بارکزایی 28 ساله فرزند رستم متأهل، محمد براهویی انجمنی 28 ساله فرزند علی متأهل دارای 1 فرزند و ادریس بیلرانی حدود 31 ساله فرزند میرزا متأهل جملگی اهل زاهدان و ساکن زاهدان بودند. پس از حضور میرزا ولی عجمیان در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی و ترک برنامه توسط او به نشانه اعتراض به اعدام ناکافی افراد متهم در پرونده پسرش سید حسین عجمیان برادر روح الله عجمیان در گفتگو با اعتماد گفت: دو نفری که اعدام شدن جرمشان محاربه بود و ربطی به قتل برادرم نداشت. او گفت: دو نفر بی خانواده را اعدام کردند. ما می‌خواهیم حمید قرحسنلو و همسرش فرزانه قرحسنلو اعدام شود. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو جوان از متهمان این پرونده بودند که در دیماه 1401 با وجود اینکه همواره اعلام کردند که در کشته شدن روح الله عجمیان هیچ نقشی نداشتند اعدام شدند. پس از اظهارات پدر و برادر روح الله عجمیان شاهد سیل اعتراضات و انتقادات به گفته های این دو فرد برای درخواست اعدام های بیشتر توسط حکومت از جانب مردم، خانواده شهدا، وکلا و حقوقداران در صفحات خبری و فضای مجازی بودیم. با ما همراه باشید. بحث درباره اعدام همیشه یکی از بحث‌های مهم در جامعه بوده. همانطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، اخیراً هم این بحث‌ها با حضور پدر بسیجی روح الله عجمیان در تلویزیون که پسرش سال گذشته در درگیری با مردم کشته شده بود و وی خواهان اعدام‌های بیشتر در این زمینه بود بالا گرفت. مخالفت علیه اعدام بر چه پایه استوار است و برای تقویت جنبش علیه اعدام چه باید کرد؟ اینها موضوعاتی هستند که تصمیم داریم درباره آنها با راحله بهزادی، رئیس انجمن علیه اعدام، و حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام در این برنامه بهش بپردازیم. در حال حاضر حسن صالحی و راحله بهزادی رو همراهمون داریم. با سلام به شما حسن صالحی و راحله بهزادی عزیز، به این برنامه خوش آمدید. سپاسگزارم. مرسی. سپاسگزارم. تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگانتون. ممنون.
من ابتدا یک سوالم رو با خانم بهزادی شروع می کنم. خانم بهزادی، یک توضیحاتی رو اگر راجع به انجمن خودتون ابتدا بفرمایین خیلی مختصر ممنون میشم. انجمن ایرانی نه به اعدام یک انجمن حقوق بشری و غیر انتفاعی است که هیچ نوع وابستگی سیاسی یا حزبی نداره و بر اساس این شعار و این دیدگاه تأسیس شده که زندگی حق طبیعی و اولیه هر انسانی هست و هیچ کس تحت هیچ عنوانی حق گرفتن اون رو از افراد نداره. بر همین اساس انجمن با تکیه بر اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک هدف اصلیش رو لغو هر گونه اعدام در ایران برای افراد صرف نظر از هویت اجتماعی و سیاسیشون و همینطور جرمشون قرار داده. انجمن بر این باور هستش که تاکنون سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری که در رابطه با موضوع ایران کار می‌کنن برای بالا بردن آگاهی جمعی نسبت به وضعیت اعدام‌ها در ایران تلاش‌های بسیار زیادی کردند و موفق بودند، اما در رابطه با اینکه اعدام نباید در جامعه باشه و چه تبعاتی رو داره، ما فکر می‌کنیم که هنوز راه زیادی رو داریم، چون از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هنوز این مسئله در ذهن مردم ما وجود داره که اعدام میتونه یک عامل بازدارنده و حتی ایجاد امنیت رو ایجاد کنه در جامعه. به خاطر همین هستش که ما بر این باور هستیم که باید این فرهنگ تغییر کنه و این حس انتقام جویانه و یا بازدارنده اعدام به طور کامل از جامعه حذف بشه. در همین راستا برنامه‌هایی که انجمن داره، از یک سو ما تمرکز می‌کنیم بر آموزش جامعه مدنی از طریق برگزاری کلاس‌ها، سمینارها، ورکشاپ‌ها و سوی دیگه با همکاری با سازمان‌ها و انجمن‌ها و فعالین مدنی به دنبال این هستیم که چه راه‌های قوی‌تر و مؤثرتری رو می‌تونیم پیدا کنیم برای لغو اعدام در ایران. بله خانم بهزادی، بنیان فکری شما در مخالفت با اعدام چیه؟ چه دلایلی برای این مخالفت‌ها دارید؟ ببینید، همونطور که اول ذکر کردم، مسئله‌ای که وجود داره زندگی حق طبیعی هر فردی هست و ما اجازه نداریم این حق رو از فردی بگیریم. این در واقع بنیان فکری هست، بنیان اساسی هستش که برای مبارزه با اعدام هست، چون اعدام به عنوان شنیع‌ترین و بزرگترین خشونت علیه انسان هست و باید جلوش گرفته بشه، مخصوصا اینکه ما بیایم اون رو با عنوان قانون و یا چه می‌دونم قضا به افراد تحمیل کنیم. این بسیار خطرناک هست، چون میتونه به شکل‌های مختلف در جامعه وجود داشته باشه و ما برای هر چیزی، مخصوصا اگر جامعه دیکتاتوری باشه، حکومت دیکتاتوری باشه، میتونه راهی رو، وسیله‌ای رو برای کشتن اعدام‌ها انتخاب کنه و توجیهی رو پشت اون داشته باشه. بله حسن صالحی، مردم معمولاً با اعدام زندانیان سیاسی و یا معترضینی که دستگیر میشن خیلی مخالف هستن و خودشون رو درگیر مبارزه برای نجات جان این عزیزان میکنن، ولی در موارد دیگه اعدام ها شاید موضوع قدری فرق بکنه و اینقدر شاید مخالفت هاشون رو خیلی عیان نکنن. چرا این چنینه فکر میکنید؟ چون من میگم علتش اینه که حکومت، دولت ها معمولا وقتی که از اعدام استفاده میکنن اینه تو این زرق و برق میپیچونن که اعدام یه عامل بازدارنده است، جلوگیری میکنه از بزهکاری، جرم، جنایت و مسائل از این دست و اینو تنها راه حل مقابله با این ناهنجاری ها در جامعه میدونن و اینطوری تبلیغ میکنن که یک دروغ بزرگ هستش. راستش تو در مورد جمهوری اسلامی که بزرگترین جانی خود جمهوری اسلامی هستش، جنایتکار خودشه، و بعدش هم وقتی شما عمیق میشید نگاه میکنید، خب چگونه ممکنه شما
یه کسی که قتلی رو مرتکب شده، شما میخواید جلوگیری بکنید از قتل، فرض کنید منطق این استدلال اینه دیگه، میخواید جلوگیری بکنید از قتل، ولی خودتون یه قتل انجام میدید، یه قتل کاملا برنامه ریزی شده، زمان و ساعت رو چگونه اون آدم رو میخواید بکشید و اونو میرید از طریق دولت با نقشه قبلی انجامش میدید. این نقض غرضه. علاوه مثلا گفته میشه که مثلا فرض کنید درس عبرت بگیره جامعه. معلوم نیست که اگر من یه خطایی کردم گیرم، حالا یه خطایی کردم تو جامعه، منی که بین تقصیرم اصلا خطایی نکردم، چرا باز درس عبرت من بگیرم؟ بالاخره خطاکار بازی کارش کرد و فلان اینو. و یا مسئله از این دست، استدلال ها اینطوری میارن که بنابراین مردم یه مقدار شاید سردرگم بشن و بگن که خب این برای امنیت لازمه، برای امنیت جامعه لازمه، ولی همین شواهد، فاکت ها، واقعیات نشون میده که در جوامعی که از قضا اعدام وجود داره، یعنی یک قتل عمد حکومتی و یک جنایت حکومتی وجود داره، به مراتب همچین ناهنجاری ها، بزهکاری، جور، جنایت، اینها به مراتب بیشتر از کشورهایی که اعدام در اون لغو شده و راه های دیگه ای رو برای مقابله با این ناهنجاری ها، این مثلا مشکلات در پیش گرفتن. این الان در جمهوری اسلامی شما چقدر رکورددار اعدامه جمهوری اسلامی، ولی چقدر این بلایا و این مصیبت ها کاهش پیدا کرده. علتش روی کرد. بعد اینجا میرسیم به یک مبحث دیگه در مبحث اعدام، که بالاخره ما راههایی رو باید انتخاب بکنیم که رفتن مردم به این کارهای خلاف کاهش پیدا بکنه، زمینها رو از بین ببریم، زمین فقر، نداری، گرسنگی. وقتی که اینا در جامعه فوران میکنه زیاده، خب شما راه حلتون این میشه که برید آدم ها رو سرمنیز کنید، بکشید، در صورت که به جای این باز به مردم غذا داد، آب داد، مسکن داد، بهداشت رایگان داد، خیلی امکانات زندگی روشو براشون فراهم بکنه. به نظرم این زمینه بروز همچین ناهنجاری های اجتماعی کم کم از بین میره و حتی میتونیم بگیم خشکنده میشه. و بنابراین به نظرم اعدام جواب مسئله نیست. اعدام در هر صورت، چون اونجایی که در مورد زندانیان سیاسی صادر میشه احکام اعدام، چه اونجایی که در مورد زندانیان عادی اعلام میشه، یک ابزار سیاسیه در دست حکومت برای کنترل مردم، برای ارعاب جامعه، برای مرعوب ساختن مردم، برای پیشگیری از جرم جنایت، برای اینکه دست به اعتراض نزنن، حرف نزنن، حقشون رو نخوان. و اینو ما در 44 سال حکومت جمهوری اسلامی تجربه کردیم. بنابراین مردم باید هوشیار باشن، فریب حرفای حکومت رو نخورن و مخالف اعدام باشن، و این اعدام مخالفت رو در سطح علنی و آشکارا به نمایش بگذارن. خانم بهزادی، علاوه بر اعدام، ما در جمهوری اسلامی قوانینی داریم به اسم قصاص که در موارد زیادی از اعدام ها به دلیل قانون قصاص این اعدام ها صورت میگیره. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. ببینیم، اول باید ببینیم که واقعا اصلا هدف چی، اصلا قصاص چی هست. اگر ما بخوایم قصاص رو بررسی کنیم، باید بگیم که قصاص در واقع توی دو بخش میشه این رو بررسی کرد. یه بخش فرهنگی و تاریخی داره و یک بخش حقوقی و در واقع قانونی. اگر ما بخوایم به این بخش فرهنگی و تاریخیش برسیم، باید بگیم که در واقع قصاص از لحاظ تاریخی و از لحاظ فرهنگی انگار تنیده شده به مسئله عدالت، و انگار که در طول سده ها این قصاص به نوعی نشان دهنده عدالت هستش، که با یه سری هنجارهایی مثلا مثل شرافت، آبرو و اینها در هم آمیخته شده. بعد در طی سده ها که اگر ما نگاه کنیم، میبینیم که این مسئله مثلا شرافت خانوادگی، آبروی خانوادگی یا اینها اومده با قوانین اسلامی در طی سده ها اینها با همدیگه آمیخته شده و در جامعه ایران ریشه دوونده. دیگه این رو به شکل یک خشونت آشکار نگاه نمی کنن.
بعد حالا اگه بخوایم از لحاظ قوانین و از لحاظ حقوقی ما بیایم نگاه کنیم، در واقع قصاص یک اصل حقوقی هست که بخشی از نظام کیفری جمهوری اسلامی هست و بر اساس شریعت اسلامی و قوانین اسلامی هست که شما پایه اون رو هم میتونید ببینید در سوره مائده آیه 45 که به آیه هستش که میگه چشم در برابر چشم. بعد فراموش نکنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی کلا میاد و میگه که جمهوری اسلامی باید بر اساس قرآن و رویه های اسلامی عمل کنه و اون رو منبع قانون میشناسه. کافی هستش که شما برید نگاه کنیم به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که در بخشی از اون متبلور شده و همینطور اگر شما اگر اشتباه نکنم اصل 4 قانون اساسی هست که اگر اون رو هم نگاه کنیم میبینیم که کاملا در اصل 4 بیان کرده که باید تمام قوانین بر اساس قوانین اسلام، رویه های اسلامی و قانون شریعت باشه. پس بنابراین قصاص میشه یک امر قانونی و تقریبا میتونیم بگیم که قابل اجرا در سیستم قضایی و حقوقی ایران. بله حسن صالحی، نظر شما در این مورد چه هستش؟ خب ببینید، قوانین قصاص بخشی از قوانین بر طبق شریعت اسلام نوشته شده و جنایتکارانه است، شکنجه است، جنایته. یعنی رسما اینا تو قوانین خودشون از چشم در مقابل چشم، نمیدونم دست در مقابل دست، دندون در مقابل دندون، حتی به صلیب کشیدن انسان ها اسپردن، تا حالا من ندیدم اتفاق بیفته، ولی تو قانونشون هست. این قوانین، قوانین از سحجریه، قوانین اون دوران قرون وسطاست و خیلی جایی تأسف داره که در قرن 21 که ما زندگی میکنیم در ایران چنین قوانین باز عمل بکنه و لطمه بزنه به جان و جسم و روح انسان ها، حالا به هر دلیل و جرمی که دارن و اینها. و این نفرت برانگیزه حقیقتش میخوام بدونید. ببینید بحثم بستر این نیست، دستگاه کلا قضایی جمهوری اسلامی از نظر من یک دستگاهیه که ماشین جنایته. یعنی فقط هم مجازاتاش نیست، مجازات قصاص فقط اینطوری، مجازاتای مثلا وحشیان قصاص نیست، از همون ابتدایی که یک نفر رو میرن میخوان دستگیر بکنن که اخیرا خود رئیس قوه قضاییه گفته بود بابا بعضی وقتا یه 30-40 نفر آدم میرید یه نفر دستگیر میکنید، لازم نیست، یعنی خودش داره اقرار میکنه، تا بازجویی، تا مراحل دادرسی. یعنی هیچ جای این کل این دستگاه قضایی هیچ ربطی به کوچکترین استانداردهای پذیرفته شده بین المللی انسانی نداره و ما شاهد این هستیم که اینها به عهد عتیق، دوران عشیرتی برمیگرده و همونطور که دوستمون خانم بهزادی اشاره کردن انتقام جویانه است بر اساس این نوشته شده. و بله من میخوام اشاره بکنم چون بحث الان بحث های مطرح است در مورد احکامی که برای روابط خارج از ازدواج دادن، میترای عزیز، میترایی که به اعدام محکوم شده که به دلیل رابطه جنسی با یک مرد خارج از ازدواج محکوم، طبق قوانین قصاص محکوم شده، میخوام بگم سر و ته حتی قوانین قصاص جمهوری اسلامی شما قتل و اینا یه امر که یه موضوع اجتماعی به هر حال فردیش میکنن، میسپارنش دست این که خانواده مقتول تصمیم بگیره در مورد قتل، ولی در مورد مثلا داشتن رابطه خارج از ازدواج که یه امر خصوصی محسوب میشه اصلا جرم نیست، جامعه میاد حکم میده و شما رو محکوم به سنگسار میکنه، حالا که سنگسار لغو شده محکوم به اعدام میکنه. یعنی میخوام بگم سر تا پاش جنایتکاران است و کل این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اصولا باید منحل بشه. اولین کاری که مردم تو ایران به قدرت برسن تمام این قوانین متحجرانه، قوانین قصاص، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باز منحل بکنن. و اگر ما داریم از دادگستری، از عدالت صحبت میکنیم،
باید یک چیز دیگه ای رو بنیان بگذاریم که واقعا نماینده عدالت و دادگستری باشه. بله، یه نکته که شما همین الان هم بهش اشاره کردین، من این رو به عنوان یک سوال میخوام از هر دوی شما، نظر هر دوی شما رو بدونم، اینکه در مورد قوانین قصاص و قتل نفس، یک نکته ای که هست، جمهوری اسلامی خانواده مقتول رو در قالب اولیای دم در مقام تصمیم گیرنده در مورد اعدام تعیین میکنه و در واقع اونها رو در این قتل دولتی شریک میکنه. نقد شما به این مسئله چه هستش؟ خانم بهزادی اول شما بفرمایید، خواهش میکنم. ببینین، اصلا از زوایای خیلی متفاوتی میشه این نقد رو وارد کرد. شما مثلا از دیدگاه اخلاقی میتونید این مسئله رو مورد بررسی قرار بدین که این مسئله یک بار و یک در واقع بار روانی بسیار سنگینی رو برای خانواده مقتول داره، به خاطر اینکه اولا که او رو مجبور میکنن که یک جایی رو انتخاب کنه، یا دیه بپذیره و ببخشه یا اینکه طرف رو قصاص کنه. خب شما ببینید که مثلا حتی در رابطه با دیه‌ای که او قرار هست بگیره، در واقع میاد یک ارزش گذاری مالی داره میشه برای جان عزیزی که از دست رفته، و این واقعا وحشتناکه که شما بیاید جان یک انسانی رو مصادف برابر کنی با ارزش پولی. خب این مسئله واقعا آزاردهنده است و اصلا به این معنی نیستش که عدالت داره اجرا میشه. بعد وقتی که شما میای یک همچین اجازه ای رو میدی به خانواده مقتول که حالا بیاد طناب دار رو بیاویزه به گردن قاتل، یا اینکه چارپایه رو بزنه، یا اینکه حتی تماشاچی باشه برای اعدام، به این معنی هستش که سوال اینجاست که آیا او داره برای عدالت این کار رو میکنه یا اینکه برای حس انتقام جوییش. واقعیتش این که این خانواده به قدری خشمگین، ناراحت و از لحاظ روانی پریشان هست که اون حس انتقام جویی بیشتر غالب هست تا عدالت. عدالت اینجا وجود نداره. بعد شما بیاین مسئله دیه رو باز من برمیگردم. اصلا ببخشه، شما ببینید خانواده قاتل باید چه باری رو تحمل کنه از لحاظ روانی، از لحاظ اقتصادی، که بخواد یه همچین پولی رو تهیه کنه و بخواد بده. یعنی از هر دو طرف، هر دو خانواده تحت فشار روانی و اجتماعی هستن. و واقعا این، من وقتی که با بعضی از اینها صحبت میکردیم میبینیم که چه فشار روانی رو اینا دارن تحمل میکنن، حتی بعد از اینکه اون فرد کشته شده. یک چیز ساده نیست. بعد از طرف دیگه یک همچین عملی در واقع داره نشون میده که سیستم قضایی چقدر ضعیف و چقدر ناتوان است و یک پارچگی نداره، به خاطر اینکه شما تصمیم گیری در مورد مرگ یا زندگی یک فرد رو تبدیلش کردی به یک موضوع کاملا خصوصی، و وقتی که این تبدیل میشه به یک موضوع خصوصی، یعنی هیچ عدالتی وجود نداره. بله، و حالا شما در نظر بگیرین که اگر این فرد، فردی که ما میگیم قاتله، اگر 1% بیگناه بوده باشه چی؟ دقیقا تمام اینا مسائلی هستش که واقعا انتقادات شدیدی رو آدم میتونه در این زمینه بهش وارد کنه، من فکر میکنم. بله حسن صالحی، این موضوع رو شما غلط میدونید که خانواده مقتول در تصمیم گیری در باره حکم نفسه. غلطه. ببینید، من تو این ماجرا مثل این میمونه که جمهوری اسلامی میخواد یه نفر رو سهیم بکنه تو قتل عمد دولتی، تو اون قتلی که میخواه انجام بده میگه شما هم بیاد یه نقش ایفا بکن، و این واقعا شرم‌آوره. ببینید، من صحبت‌های خانم بهزادی رو موافقم، تمام صحبت‌هاش کاملا نکات خوبی رو گفتن. بس بر سر اینه، خب ما سیستم قضایی برای چی گذاشتیم؟ بالاخره اگر ببین، اگر قرار باشه یه خانواده میخواد بیاد در مورد تعیین یک حکم تصمیم گیر بگیره، خب اون خانواده دچار احساسات معینه. تو هیچ جای دنیا اینطوری نیست که اون خانواده، کسی که حالا فرض کنه تو ماجرایی که قتله، عزیزشون رو از دست دادن، خب معلومه ناراحتن، معلومه اونا دوست دارن، مثلا این تمایل توشون هست که سر
به تن اون آدمی که قتل انجام داده نباشه. خشمگینن، عصبانین. خب شما تعیین حکم رو واگذار میکنید یا اجرای حکم و تعیین حکم رو اون میاد به این آدم میسپارید؟ پس دستگاه قضایی چی کار هست؟ اون کسی که خانواده مقتوله باید از طریق وکیل دفاع شکایتش رو پیگیری میکنه، اون باز از اون طریق وارد بشه، وکیلی داره، وکیلش درخواست میکنه که مثلا این کسی که این قتل رو انجام داده باید این همچین مجازاتی برش تعیین بشه و خب اون از اون طریق میتونه مسئله دنبال بکنه، نه اینکه شما توی تصمیم آنی که یارو متوجه خشم و عصبانیت و ناراحتی مرجع تصمیم گیری میشه، اون اصلا تناقض داره با سیستم قضایی که باز به طور مستقل عمل بکنه. بعد همونطور که خانم بهزادی هم گفتن، به نظر من بسیار چیزه، یه بار اخلاقی سنگینی هم میذارن و اینها بعدن ببین یارو میاد میگه من صندلی رو از زیر پای کسی که طناب دار به گردنش بود کشیدم، این چه مصیبتی دوچارش میشه؟ ممکنه تو همون لحظه ای که خشمگینه از نظرش برحال بهش فکر نکنه، ولی بعدا به این مسائل فکر میکنه و بنابراین از هر نظری که بهش نگاه بکنید خیلی تأسف آوره. و مسئله دیگه هم که میدونید شما الان کسب و کار شده. حسن صالحی، من خیلی عذر میخوام که شما رو قطع میکنم، من یه سوال دیگه دارم، فقط از جهت اینکه میخوام سوالا پرسیده شده باشه، ولی خیلی سریع اگر نظری دارید در مورد روند قضایی و دادرسی در جمهوری اسلامی نظرتون رو بگین که این موازین دادرسی در ایران تا چه حد عادلانه هست. خانم بهزادی اگر شما بفرمایید ممنون میشم، ولی خیلی سریع که نظر آقای صالحی رو هم بدونیم. ببینید اصلا اگر بخوام که کلش رو در نظر بگیریم، من میتونم بگم کاملا غیر عادلانه است، چون شما روند عادل وقتی که برای کسی حکم اعدام داده میشه در بسیاری از موارد شبهه بوده که آیا باید این فرد اعدام بشه یا اینکه نشه، فرد اقرار کرده تحت فشار، تحت شکنجه و بعد از چند وقت اومده متوجه شده که نه با اشتباه کرده، اومده پس گرفته و گفته مثلا من این کارو انجام ندادم، کسی دیگه ای بوده، تحت شرایطی بوده، ولی متاسفانه هیچ وقعی نداشتن برای این مسئله و طرف رو فرستادن برای اعدام. مثلا فراموش نکنیم یکی از مواردی که همیشه من رو ناراحت میکنه حتی فکر کردم بهش، در رابطه با پرونده دلارا دارابی هست. شما ببینین که دختری هستش که بعد از 2 هفته میاد و میگه من این قتل رو انجام ندادم، تحت تاثیر قرص ها بودم و اینکه نمیخواستم دوست پسرم اعدام بشه و چون من بچه بودم این رو پذیرفتم. ولی شما ببینین قاضی میاد بر اساس میل و سلیقه خودش طرف رو اعدام میکنه. پس ما واقعا نمیتونیم بگیم که یک روال کاملا قانونی و درست و عادی رو دارن، اصلا اینطوری نیست. در بسیاری از موارد قاضی ها بر اساس نظر شخصی خودشون اعمال سلیقه میکنن و حکم میدن. بله، نظر شما چه هستش آقای صالحی در این مورد؟ من خیلی خلاصه بگم به دور از عدالت ضد انسانی هستش. اصولا اعدام تو ایران سیاسیه، یعنی بعضی وقتا احکام قبل از اینکه حتی اون دادگاه فرمایشی هم تشکیل بشه در موردش تصمیم گرفتن. الان مورد اخیری که داشتیم که یکی از شهروندان اهل کردستان رو مآباد بود اعدام کردن، باور مذهبی بوده، اهل تسنن، و دادگاه قاضی که باش صحبت کرده گفته شما اولا کردید، یه بار حکمت ادامه، دوما سنی هستی، دو بار حکمت ادامه، سوما نمیدونم یه چیز دیگه هستی، سه بار حکمت ادامه. اون تمام شد. این تصمیم از قبل گرفته شده. بسیاری از اعدام های طوری هن. حتی فکر نمی کنم به دادگاهی هم کشیده بشه، احکام صادر میکنم. همونطور که خانم بهزادی هم گفتن، وقتی که تازه دادگاه هم تشکیل میدن و شواهد خلاف ادعای اونا رو ثابت میکنه، میگن که خب به حکم قضاوت خود قاضی، هیئت منصفه ای که تو
دادگاه جمهوری اسلامی نیست. نمیدونم اون قاضی بر چه علمی قراره و بر چه آگاهی قراره که حکم رو صادر کنه اگر شواهد جوابگوی مسئله نیست. و بعدش هم شما هم که میدونید دیگه اون اقرارهای اجباری و شکنجه و اذیت و آزار، همونطور که من قبلا گفتم هیچ جای سیستم قضایی جمهوری اسلامی عادلانه نیست، ربطی به عدالت نداره. یک دستگاه قصابی داریم که از روند تعقیب و بازداشت تا بازجویی و دادگاه های فرمایشی و تا روند رسیدگی و به پرونده و بالاخره احکام و کیفرهاش همه ضد انسانی است. بله، سپاسگزار از اینکه در این برنامه شرکت کردید، پاسخگوی سوالات ما بودید. ما فرصت بیشتری نداریم، وگرنه سوالات بسیاره در این زمینه و مطمئن هستم که توضیحات شما بیش از اینها میتونه باشه. سپاسگزار از شما بینندگان عزیز و محترم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. راه‌های تماس با ما رو روی گیرنده هاتون مشاهده میکنید، منتظر تماس ها گزارش های شما هست و تا برنامه آینده روز و روزگار خوش. خودم بازی اون تامل، ولی کسی نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی خوشم به تو دیوار.